بینندگان عزیز سلام و احترام بر شما. در این برنامه دو مهمان بزرگوار با ما در بحث شرکت دارند. پروفیسور خالق لعلزاد، پژوهشگر تاریخ و سیاست، و نور احمد خالدی، پژوهشگر امور سیاسی و تاریخی افغانستان. بحث امروز ما متمرکز است بر تاریخ افغانستان و آسیب شناسی های مشخصی که ما در اینجا مطرح میکنیم. سوال اول مطرح میکنیم که آیا مشکل امروزی ما پیشینه چند هزار ساله دارد یا کاملا جدید است؟ از وقتی که بحران در افغانستان بسیار اوج گرفته پا گرفته، این سوال بسیار زیاد مطرح است. یا تنها این مشکل ما به اصطلاح عمر اصلیش 100 سال اخیر است. اول با استاد خالدی مراجعه میکنیم. برای خب البته برای شرکت کننده اگر 3 دقیقه حد اوسط صحبت شود بهتر است تا که ما پیش برویم. بفرمایید. تشکر مامون صاحب. ما فکر نمیکنیم موضوع ما 100 ساله باشه. موضوع ما، مشکلات ما اصلا مشکلات است که از لحاظ سیاسی هر کشور میتونه داشته باشه. هیچ کش... مثلا سخنهای آقا را چیز از جوی بایدن اگه بشنیم که میگه که افغانان ها متحد نمیشن، هیچ کشور دنیا نیست که ملتش واحد و با یک پارچه متحد باشه. هر ملت، هر کشور اقوام مختلف داره، زبانهای مختلف داره، نژادهای مختلف. در می خود اروپا شما مردم ها را کشتن، در می بلژیم، در فرانسه، در این کشورها، از سر زبان، در سر منطقه، سر یا در این کشورها بسیار. و می فعلا در چیز یوکراین چی ادامه داره؟ در اکثر کشورهای اروپایی شما در کرواسیا دیدین، در سربیا دیدین، در این کشورها. یعنی این مسائل سیاسی داره. شما ببینین، یک مثال براتون عرض میکنم. شما یوگسلاویای سابق از چندین کشور ساخته شده بود، یک ضربه خورد پارچه پارچه شد، از بین رفت. این واقع در افغانستان 100 ضربه خوردیم تا حال ما شما، ولی پارچه پارچه نشدیم. چرا پارچه پارچه نشدیم؟ برای که ملت اینجا یک چیزی، یک گلوی، یک سرشی در این ملت هست که همبستگی وجود داره که این ملت با هم بسته ساخته. ای که میگن ما ملت نیستیم یک دروغ بزرگ است، شاخدار است. این مردمی را قبول نداره. در چاریکار مثلا پدر ما از خوگیانی است، مادر ما از مادرکلانش از چاریکار است، از چیز است، بایان. بله. و یک خاله ما را از چاریکار ازدواج کرد. نصف فامیلای ما چاریکاری است به اصطلاح. من در طول حیات خود من یک بار ندیدم که یک احساس بیگانگی صورت گرفته باشه در بین ایفا. بازم بسم الله جان یکی از چیزای خالی است، او در جلال آباد سمنس پلیس بود، در جلال آباد ازدواج کرده بود، از پشتون ها گرفته بود. این رقمی در تمام افغانستان جریان داره. یعنی پس شما مشکلات به طور مشخص در افغانستان از نظر تاریخی که مشکلات ما مشکلات بین مردم نیست. مشکلات ما ناشی از یک دولت بی‌ثبات است، از دولتی که او متکی به قانون نیست، دولتی است که استحکام نداره، سر قانون تکیه نداره. در ای از چه از شروع شده؟ به نظر من این مشکل از زمان از کودتای 26 سرطان داود خان شروع شده. داود خان با شروع با اجرای کودتای 26 سرطان دولت قانونی این کشور ساخت و خودش عمل بی قانونی کرده و او نتانست که این ثبات چه نگه داره. این یک عنصر معرفی کرد، عنصر چیزه غیاغیگری را، بی قانونی را در کشور معرفی کرد.
پدر ما قماندانم نبود، در کل ولایت‌های افغانستان ما سفر کردیم، در فرا مثلا در ولسوالی‌ها یا یک پلیس در یک ولسوالی می بود، مردم از ترس خون نداشت از حکومت در اونجا که به خاطر ترس نکنن، ولی یک جلبی که می رفت با کمال میل می رفتن در ولسوالی وظیفه قانونی خود انجام می دادن. یعنی منظور می است که تا زمانی که ما یک دولت داشتیم که از قانون پیروی میکرد، من نمیگم که دولت گل و گلزار بود همه چیز، ولی ما حداقل دولت مستقل داشتیم، یک سیستم داشتیم، یک نظم اداری داشتیم. دولت باثبات بود و از زمان باثبات بی‌ثبات جایش گرفت. وقتی که بی‌ثبات شد جایش گرفت، این ما به این روزگار افتادیم. در اینجا نیروهای آزاد شدن که یا این نیروهای آزاد شد که یا دیگه پشت نظم و قانونه. یعنی از این زمان تا امروز کسایی که مثلا این مجاهدین کدومش قانون مراعات کرد؟ در این رابطه باز برمیگردیم جناب لرزاد، نگاه شما چی است؟ مشخصا مشکل افغانستان از کجا آب میخورد؟ صدای شما نمیه. میکروفون شما گرفت. یک بار دیگه با عرض سلام و احترام به جناب شما و جناب خالدی و شنونده هایی که بعدا ما را میشنوند و میبینند، ببینیم وقتی که ما بر سر مشکلات صحبت میکنیم با اول بویم که ما چی مشکلات داریم در کشور. اما قسمی که جناب خالدی فرمودن، ما در کشور مشکلی بی قانونی داریم، یعنی مشکل قوانین در قدم اول، قوانین غیر عادلانه داریم، در قدم دوم عدم حاکمیت قانون داریم، و بعد از او چیزی که بسیار عمده است وقتی که قوانین غیر عادلانه میگیم، باید مشخص بسازیم که قوانین غیر عادلانه شامل چی است. قوانین معمول مشخص بسازیم که این قوانین از کدام زمان جاری و ساری شده. میبینیم اول باید مشکله بگیم و بعد از او پیشینیشه. شما پیش دکتر که میروین اول میگین من سرم درد میکنه، پایم درد میکنه، دندانم درد میکنه، و بعد از او دکتر پرسان میکنه که چقدر وقت میشه، چی رقم، کجا، چه ترتیب. ببین اینا مشکلی ما از مشکل قانونی اساسی شروع میشه. قانون ما چی وقت صاحب قانونی اساسی شدیم، صاحب کشور شدیم؟ آیا واقعا قبل از او هم ما همین مشکلات داشتیم یا نداشتیم؟ ببینید ما در درازنای بیش از 2500 سالی که این سرزمین ها تاریخ داره، امپراتوری ها داره، شاهنشاهی ها داره. اینو شما از مادهاش که شروع کنین تا به هخامنشی ها و سلوکیان و ساسانی ها و کوشانیان و یفتلی ها در پیش از اسلام، و پس از او شما پس از اسلام بیاید مثلا 200 سال حاکمیت اعراب بوده، پس از او سامانی ها آمده، غوری ها آمده، سفاری ها آمدن، غزنوی ها آمدن، اینجا مغولا آمدند، صفویا بودند، و پس از او هم مثلا غلجایی ها آمدند، ابدالی ها آمدند تا به 100 سال قبل. ببینید در تمام این تاریخ بیش از 2500 سال مسئله چی بوده؟ جان مطلب چی بوده؟ دولت سازی بوده. دولت سازی به چی مفهوم؟ که تمام حاکمیت ها وقتی که زور پیدا میکردن، قدرت پیدا میکردن، میگرفتن سرزمین های همسایه را میگرفتن. به خاطر چی؟ به خاطر عمدتاً دو موضوع. در قدم اول جزیه بود، پول بود، ثروت بود، دارایی بود، و پس از و اگر سکه می داشتن در پهلوی جزیه، سکه هم با او علاوه می کردن. اما پس از اسلام که در این سرزمین ها گسترش پیدا کرد، اینها در پهلوی از اینکه دین خودم در جوامع تعمیل کردن، یک عنصر دیگر هم برای افزودن، و او خطبه بود. این شما هر منطقی را که می گرفتین باید شاه یا نام امیر یا شاه هم در خطبه علاوه میکردیم. یعنی تمام دولتداری های سابقه برمی سه مبنا بوده. سرزمین مطرح نبود، آدم ها مطرح بودن، آدم هایی که جزیه میدادن، آدم هایی که سکه شما را قبول میکردن، و آدم هایی که نام شما را در خطبه خود میگرفتن. این سلسله ادامه پیدا میکنه. سرزمینی با مرزهای مشخصی وجود ندارد، پاسپورت وجود ندارد، گذرنامه وجود ندارد، و این سلسله تا زمانی، حتی ای که فکر کنید که ولی تعداد دوستا شروع میکنه 300 سال قبل که گویا بعد از اینکه ما زیر حاکمیت افغان ها رفتیم، اینجا دیگه بر ما دیگه یک زندان دیگری گشوده شد. یک حرف کاملا نادرست، تو بی سند است. ببینید
شاهنشاهی ابدالی هیچ فرقی با شاهنشاهی غزنوی یا غلجایی یا سامانی و دیگه و دیگه ندارد. هر تمام اینا ماهیتاً یک چیز هستند. یعنی بر بنیاد چی هستند؟ بر بنیاد جزیه و سیکه و خطبه استوار هستند. تمام لشکرکشی ها منظور امی بودایسته. اما ببین حتی در زمان عبدالرحمن خان با وجودی که دور دیکتاتوری آهنین میگن و به اصطلاح کشتاری به حد به اون نسبت میتن، این چی کاری کرد؟ تمام سلسله ایالت هایی که مستقل بودن از کافرستان، از نورستان، از بامیان، از بدخشان، از فاریاب، ترکستان، یعنی تمامی که ایالات یا مناطقی که اینا به نحوی زندگی یعنی استقلال داخلی داشتن یا خودمختاری داخلی داشتن، اینها را سرکوب کرد، تحت یک حاکمیت مرکزی آورد. یعنی برای اولین بار در این منطقه یک حاکمیت مرکزی با ساختاری متمرکز ایجاد میکنه. یکی است امیر عبدالرحمن است. اما امیر عبدالرحمن هیچ حرفی، هیچ تمایلی برای دولت سازی نداره. او برای رعیت سازی منظوری است. او در صدد این نیست که زبان خود، هویت خود، فرهنگ خود بر سایر اقوام تحمیل بکنه. همان گونه که فکر کنید که مثلا زبان فارسی را در هند کی برد؟ این را مثلا غوری ها و لودی ها و مغل ها بردن، نه کدام تاجیک و هزاره. و یا در ترکیه عثمانی زبان فارسی را کی گسترش داده؟ هیچ تاجیک و هزاره او را نبردن، او را عثمانی ها بردن، سلجوقی ها بردن. منظور این بود که این ما پس از حتی تا زمان عبدالرحمن و پسرش یعنی که ابی بلا، اینجا یک اولین علامتی که تغییری که در جغرافی های من فکر کنم که مشکل ما مشکلات امروزی خواهی صحبت میکنیم. اجازه بدین دکتر سیبر جان، مشکل خواهی گفتیم صحبت میکنیم، مشکل امروز خواهی ما پیشینه تاریخش رو میگوییم. بسیار ببینین شما وقت داریم با به اندازه کافی صحبت بکنیم اگر مشکلی نبوده باشه. ما پیشینه تاریخی را گفتیم، یعنی امپراتوری که مثلا سامانی یا غزنوی داشت یا احمدشاه ابدالی با عبدالرحمن در امین است. احمدشاه رفت مناطق مختلف، ایالات مختلف را تسخیر کرد، اما یک ساختاری متمرکز نساخت. هر ایالت استقلال داخلی خود داشت، آیین و فرهنگ و زندگی خود داشت. اما این مرضی ساختاری متمرکز بار اول در زمانی عبدالرحمن به وجود میاد، ولی هنوز مسائل دیگه در میان نیست. در زمان عبدالرحمن ما گفتیم که در این زمان رعیت سازی بیشتر شد تا اینکه دولت سازی شد. منظور چی؟ نه، هر دویش است. ببینیم دولت سازی در هر دو صورت مطرح است، اما یکی دولتی متمرکز میسازین، یکی دولتی قوی، دو تا فرق دارد. شما دولتی قوی که میسازین تمام جزیه پول میگیرین دیگه و دیگه، شما شاهنشاه میبوده باشین، در استقلال داخلی ایالات دیگر غرض ندارین، اونا برای شما جزیه میده، برای شما نام شما رو در خطبه میگیره، سکه شما رو ترویج میکنه، اما شما در امورات داخلی از اونا غرض ندارین. امر و فرمان از یک مرکزی واحد صورت نمیگیرد. اما کاری که مثلا تا زمان احمدشاهی عبدالی همین گونه بوده، در زمان تیمورشاه همین گونه بوده، یکی پسرانش باز تجزیه میکنن، هر کدام شده یک امیری علایده میشن. ما در پیشاور و در کابل و در قندار و در هرات مثلا امیرای جداگانه داریم، هر کدامشان استقلال خود دارن، یکی به دیگه تابع نیستن. اما در زمان عبدالرحمن مشخص بسازیم، مشکل نظامی که عبدالرحمن خان بر اولین بار قائم کرد چی بود؟ متمرکز سازی ساختار، ساختاری متمرکز، یعنی هیچ ایالتی حق اداره خودمختاری خود ندارن. بسیار ما با شما برمیگردیم استاد خالدی. اما این یک بخش مرض، اصل مرض از کجا شروع میشه؟ اصل مرض از زمانی امیر امان الله شروع میشه که اندیشه عزیز محمودی طرزی در زمان امیر غیب الله مطرح میشه. بله بسیار استاد خالدی، چنانچه لرزاز را بشاره کردن، اولین بار است بعد از پراکندگی هایی که پس از زد خورد صدوزایی ها و عبدالی ها که میشه پراکندگی ها باوجود میه، عبدالرحمن خان ظهور میکنه در یک جغرافی های بسته دیگه. اینجا بحث متمرکز سازی باوجود میه و بالاخره نورستان و هزارجات و تایر مناطق محکم میکنه، قائم میکنه.
ایشان میگن که این آدم یک دولت متمرکز به وجود آورد، اما او دولت متمرکز قوی نبود، بیشتر رعیت ساز بود. شما از این نقطه نظراتتون اگه لطف کنید. خب من نمیفهم کی بس به کجا میکشه با این قسم که شروع شده. اما فقط شما توضیح بدین با مشکل امیر توضیح بدین تا دوره امان الله خان، بعد از امان الله خان میایم. بله، اصلا پیش از عبدالرحمن خان این استحکام دولت مرکزی را امیر دوست محمد خان ایجاد کرد. به این معنی که امیر دوست محمد خان وقتی در دوره دوم پادشاهی خود به کابل می آید، در این زمان در افغانستان 4 حاکمیت وجود داره. خودش در کابل است، برادرش سردار کندل خان در قندهار است، در شمال در بلخ اینجا ترک تبارا در قدرت حسن است طرف بخارا، یا در هرات چیزی است اولادی شاه محمود است. اینجاست که ما حکومت مرکزی نداریم، حکومت و استعمار انگلیس امیر میخواه در این کشور، این کشور نمیخواه بی صاحب باشه، اما میخواه به می شکل به صورت پراگنده توسط به اصطلاح شاهزاده ها اداره شود، شاهزاده نشینا باشه در هرات، در مزار، در کابل، در قندهار. و امی جنگ هایی که شاهزمان بچه تیمورشاه وقت استعمار انگلیس شروع میشه در سال 1770 شروع میشه، زمانی که شاهزمان در قدرت است. از تمرکز دوره عبدالرحمن خان شروع کنیم. اینال ما امیر میگم دوست محمد خان چی کرد؟ دوست محمد خان این 3-4 قدرت مدغم کرد. بعد از وفات کندل خان در قندهار، قندهار جزء حاکمیت مرکزی ساخت و رفت در مزار، اونجا جنگ ها در شمال افغانستان جزء حاکمیت مرکزی ساخت. بعد سر هرات رفت، جنگ هایی با هرات صورت گرفت، یا را تابع ساخت. و بر اولین بار بعد از تیمورشاه دولت مرکزی حاکم بر تمام جغرافی های اون وقت افغانستان برقرار میشه و میگه که امیر آنقدر خوشحال شد که بازم شوق سکته کرد و وفات کرد و ایرات اونجا دفن میشه. البته ما میفهمیم که بعد از این پسرش پادشاه میشه، شیر علی خان میشه و باز شیر علی خان بعد از او جنگ دوم افغان و انگلیس صورت میگیره و انگلیس ها کش میکنن که شوره بگیرن و او شکست هایی که افغان ها دانیو شیر علی خان میره مزار که از اینجا کمک بره، کمک نمیاره شکست میخوره، چیز وزیر بخان هزارجات میه، هزارجات قوا میه، هزارام روش هم کاری میکنن بر ضد انگلیس ها در کابل میجنگه. خب بالاخره ای که انگلیس ها که معاهده کیوناری در گندمک امضا میکنن امرای یعقوب خان و بعد از او یعقوب خان که مردم قیام میکنه کیوناری میکشه یا چیزم خود یعقوب خان استعفا میده، میره او میره. اینجا باز دولت افغانستان بدون سرپرست میشه، بدون دولت میشه. این زمان است که این بر انگلیس خطرناکتر است. یک افغانستان بی ثبات که نمیاله برای روسیه خطرناک است، این نمی برای چین به خطرناک است. اونم تو دو زمان یک افغانستان بی ثبات بدون زعیم، بدون رهبری برای انگلیس و هند برطانیه بسیار خطرناک. به می خاطر انگلیس ها موافقه میکنن، دعوت ما میره برای عبدالرحمن خان که تو بیا بازو میایه در چاریکار اعلان پادشاهی میکنه. و بعد از اوست که ای وقتی که معاهده دیورند امضا میشه و به اصطلاح خود از مشکلات خارجی با استعمار انگلیس خود فارغ میکنه و متوجه افغانستان میشه و این یک دولت مستحکم هم میخواه بسازه و شروع میکنه اول با جنگ با غرزایی ها، از زابل شروع میکنه تا پکتیا و تا شینوار و تا مشقی و یا بالاخره به مناطق مرکزی افغانستان میرسه و بالاخره به نورستان میرسه و بعد سرکوب تمام این قیام ها یا این یک دولت مرکزی ایجاد میکنه. قسمی که لالوست گفتن یعنی اولین بار است که یک دولت به اصطلاح شاه پنجاهنین تمام افغانستان رو متحد ساخته. اما
بعد از که میراث میمونه بعد حبیب الله خان و بعد میراث میمونه برای امان الله خان. امان الله خان خب چی میخواستیم که این ادامه بدیم؟ حال میگیم که آمدیم سر امان الله خان. آقای لرزاد گفت که مشکلات جدی در نظام سازی و در دولت سازی در افغانستان بر اساس قوانین جدید و رفتار و سیاست جدید از همین نقطه دقیقا شروع میشه، از همین دوره امان الله خان. برخلاف تصور بسیاری ها بحران از همین آغاز میشه. نه شروع میشه برای اینکه امان الله خان جدی کوشش میکنه که افغانستان مدرن ایجاد کنه، یک کشور متمدن اینجا ایجاد کنه، ما را به اصطلاح مدرنیته او سیاست پیش میگیره. اینجا شروع میکنه با چون دنیا را دیده، اروپا را میره میبینه، انگلستان را میبینه، فرانسه را میبینه، روسیه را میبینه، این کشورها را، ایتالیا را میبینه و ایو میخواه که چرا معاقب ماندیم، ترکیه را میبینه، اتا ترکیه تجربهشان در ایران، تجربه شاه ایران را میبینه، یا میگه که پس افغانستان هم باید ما دمی راه در این قطار دمی بالا شویم و می راه را طی کنیم. اما متاسفانه خب قدم های بزرگی میمانه، مثلا از لحاظ قانونی اولین دفعه است که ما میبینیم که بر علاوه شریعت اسلام از اصولنامه جزا را ایجاد میکنه، اصلاحات در قانون میاره، شروع میکنه به پروژه های تعمیراتی و یا و یا میسازه. اما بزرگترین مشکل امان الله خان مشکلی بود که بین مدرنیزم و غرب زدگی تفاوت قائل نمیشه. غرب زدگی را با مدرنیزم اشتباه میگیره، یعنی ما مثلا در آغاز میشه. بله، برای که ما وقتی که مظاهر تجملاتی و چیز فرهنگی غرب کپی میکنیم، ما در تضاد واقع میشه با فرهنگ محلی و ای در وقتی که تضاد واقع میشه این فرصت میته به مرتجی ترین عناصر در افغانستان شروع میکنه. از پکتیا شروع میکنیم که ملای لنگ شروع میکنه، در بعد از او شروع میکنیم در شینوار، مردم شینوار یاغی میشه و بعد از او حبیب الله کلکانی شروع میکنه. وقتی گپ به حبیب الله کلکانی میرسه تمام کار خلاص است در حقیقت، برای که نیروی امان الله خان در جنگای پکتیا و مخصوص در شینوار وقتی که حبیب الله کلکانی سر کابل حمله میکنه 80 عسکر در کابل بود. بله، یعنی تعریف بحران از نظر شما، از نظر مضمون بحران از نظر شما در اینجا در عصر امان الله خان بحران ناشی از چیز است، دو چیز اساسی است. اولی که عوامل داخلی همیست که ما مدرنیزم با غرب زدگی اشتباه گرفتیم. یکی ژاپن، به طور مثال عرض میکنم، ژاپن وقتی که خواست صنعتی شود تمام مظاهر صنعتی غرب پذیرفت، دانش پذیرفت، علمش پذیرفت، اما هیچ مظهر فرنگیش را قبول نکرد. به مو خاطر ژاپن موفق شد به کشور صنعتی مبدل شد. ما متاسفانه همه چیز ما پشت شپو گشتیم و پشت پتلون گشتیم و پشت روی لیچی گشتیم، در وقتی که معال ما در این اصلی که قرن 21 است، در سال 2002 با اون مشکل داریم. شپو پوچیده نمیشه در افغانستان. 100 سال پیش این ما چی مشکل داشتیم؟ بنابراین این زمینه داد به تاریک ترین عناصر اتجاهی در کشور که یاد مردم تحریک کنند و یا چی کنن، یعنی این عناصر استجایی یک چیز مشترک داشتن، یک یا هیچ کدام این جنبش ها، نه جنبش پکتیا، نه جنبش شینوار و نه جنبش حبیب الله کلکانی، یا هیچ جنبه طبقاتی نداشتن، یا هیچ جنبه ضد عدالت نداشتن، ضد ببخشین ضد بیاد نداشتن، داسی داشتن و منظور میست که دولت هم میخواستن سرنگون کنن، دولت هم میگفتن لاتی و کافر شده، ولی یا هیچ جنبه قومی نداشتن، یا فقط احساسات مردم سر احساسات مردم سوار شدن. سوار شدن از این خاطر یا اوجوی امی روحانیونی که حمایت کردن تمامش با هم چیز بودن، با هم شریک بودن،
روانونی پشتون امرای بیبلای کلان کونی کمک است و غیر پشتون امرای شینبار و پکتیا کمک است یا با هم کل شرکی بودن. بسیار خوب. با این خاطر مشکل مونجا بود. آقای لالزاد، تا نقطه شروع بحران به قول شما رسیدیم که دوره امان الله خان باشد. توضیحی که استاد خالدی کردن از نفس آغاز بحران در دوره تجدد شاه امان الله خان چیزی بود که ما شنیدیم. حالا شما تفاوتی که با فرمایشات ایشان دارین چی است در توضیح و تعریف بحران؟ ببینید جناب مأمون، من زاویه بررسیم کاملا متفاوت است. من بررسی تاریخی کردم شباهت های تمام تاریخ 2500 ساله این منطقه را، صرف نظر از که در اینجا مثلا تاجیک ها بر سر اقتدار بودن یا ازبک ها بر سر اقتدار بودن یا مغول و افغان، اینا یعنی ماهیت اینا همه اگه یکسان بود، استبدادی بود، شاهنشاهی بود. اما آنچه که امیر عبدالرحمن خان کرد یک ساختاری متمرکزی آورد که به اصطلاح عوام ملوک و توایفی سابقه را یا به اصطلاح ادبیش شهزادنشین های سابقه را ایمو کرد، یک ساختاری متمرکز به وجود آورد. ببینید ساختاری متمرکز با دولت قوی مرکزی فرق داره، این دو مفهوم متفاوت است. هخامنشیا که ضعیف نبودن، احمدشاه ابدالی که ضعیف نبود، ولی یک ساختاری متمرکز ایجاد نکرد، دو تا فرق داره. تا این زمان دولت سازی است. ببینید ما سر دولت سازی تا هنوز صحبت کردیم، چون مفکوره ملت سازی در درون هنوز کس نمیفهمید. اما باری اول مفکوره ملت سازی در این کشور یا در این جغرافیا چه وقت به وجود می آید؟ این مفکوره را ماموری طرزی از ترکیه می آورد، او که در اونجا با جنبش پانترکیستا آشنا بود و در اونجا پانترکیزم ایجاد شده بود و وجود آمده بود که به کشور آمد، بار اول مفکوره ملت سازی یا پان افغانیزم مطرح کرد. این در سیراج الاخبار بار اول در 1913 می نویسه که زبان افغانی اجداد زبان ها و قوم افغان اجداد اقوام آریایی است. ببینید این طرح تئوری افغانیزم یعنی برتری قومی از همین جا مطرح می شه. اما هنوز در حاکمیت ویبالله ای کدام زیاد تأثیری نداره. وقتی که امان الله بر سر اقتدار میه، باری اول اصلا حکومت سازی، دولت سازی، ملت سازی و کشور سازی در زمان امان الله شروع میشه. ببینین شما کشوری تاجگستان از چی وقت میخواید؟ یعنی ملت سازی، دولت سازی در زمان امان الله خان شروع میشه بر بنای امون تیوری که محمود طرزی آورده بود؟ بله، جانی مطلب هم اینجاست. ببینید اینجا دو نقطه است. وقتی که سر کشورها صحبت میکنیم، کشورها رو شما از چی وقت شروع میکنین؟ سرزمین ها که موجود داشته، خانواده های مستقل مختلف اینجا حاکمیت داشتن، کشورها زمانی به وجود میاد که یا مرزهای مشترک معین داشته بوده باشن، درست؟ و دومی که استقلال از شناخته شود. ما مرزهای این کشور در زمان عمدتا در زمان عبدالرحمن خان تعیین میشه، یعنی که چارچوب این جغرافی این کشور، ولی استقلال این کشور در توسط امان الله اعلان میشه. مثل که تاجگستان و ازبکستان اینا جغرافیاشون قبلا تعیین شده بود، ولی باری اول پس از فروپاشی شوروی است که اینا صاحب حاکمیت مستقل میشن. و باری اول در این کشور، یعنی زمانی که استقلال به وجود میاد، قانون اساسی به وجود میاد، صدها نظام نامه و اصولنامه و تقسیم ایالات و ادارات همه گپا، یعنی بانی به اصطلاح قسم جناب دکتر سیب تشریح کردن، این کشور اصلا محصولش آغاز دولت سازی و ملت سازی و کشور سازی و اداره و والی و تفکیک قوا همه در زمان امان الله ایجاد میشه. اما در اینجا فقط عنصر عمده ای که تازه به وجود میاد ملت سازی است. ملت سازی بر بنیاد یک قوم. برای بار اول در اینجا روپیه کابلی که سکه مروج در تمام شاهان قبلی بود، این به افغانی تبدیل میشه. و با صدور نظامنامه ناقلین به سمت قطغن، اسکان قبایل پشتون در شمال افغانستان رسما از طرف دولت شروع میشه. ببینید اینجا تفاوت داره با اون تغییرهایی که امان الله عبدالرحمن کرده بود. امان الله عبدالرحمن هم برای سرکوب اقوام مختلف، قبایل مختلف، بسیار زیاد مردم از یک جا به جای دیگر تبعید کرد. ولی آنچه که امان الله اینجا عملا انجام داد،
تطبیق همون برنامه ملت سازی بر یک بنیاد یک قوم واحد است. بار اول در زمان امان‌الله است که تاریخی به نام تاریخ افغانستان تا تاریخچه افغانستان نوشته میشه، چون ما قبلا در هیچ سند فارسی دیگه، هیچ کتاب شما رساله تا هنوز نداره که به نام تاریخ افغانستان یا تاریخچه افغانستان ذکر شده باشه. و این موضوع پس از او در زمان نادرشاه با ایجاد انجمن کابل که در اونجا غبار با نشر دو مقاله، تاریخچه مختصر افغانستان و همچنان افغانستان و نگاهی به تاریخیان، یک تاریخ قومی چند هزار ساله برای افغانستان جور میکنند. در این تاریخ سازی غوری ها افغانستان، غزنوی ها افغانستان، سامانی ها افغانستان، تمام یعنی حکومت هایی که در این محدوده ایجاد شده، همه اینها افغان خوانده میشن. و این در تقابل با چی است؟ این زمان است که پان ترکیزم در ترکیه، پان ایرانیزم در زمان رضا شاه و پان افغانیزم اینجا ظهور میکنه. اینا در تقابل با همدیگر تاریخ سازی را شروع میکنن. بر ملت افغان، برای قوم افغان، برای تاریخ افغانستان باید سابقه چندین هزار ساله بسازن. همچنان که مثلا رضا شاه عین کار در ایران میکرد، هخامنشی ها برد و اونجا برد. این مرض متاسفانه پس از او تا به امروز با تغییر هر حاکمیت، فقط نام حاکمیت ها تغییر کرده، جای نادرشاه، ظاهرشاه، حبیب الله کلکانی و یا مثلا داوود خان به نام جمهوری آورد. ما جمهوری دموکراتیکی در زمان حزب دموکراتیک دیکتاتوری پولتاریا میخواستن ایجاد بکن. پس از او دولت اسلامی مجاهدین آمد، امارت اسلامی آمد. 20 سال ما حاکمیت جمهوری اسلامی تیپ تکنوکرات های غربی را داشتیم. این نظام ها هیچ کدامشان در ماهیت فرقی نداشت. یعنی شما نسبنامه مشکلات و بحران سیاسی در افغانستان که به اصطلاح کشور هیچگاه اجازه نداد که رو به توسعه بره و بنبست رفته و حال تقریبا کاملا پیچیده شده، از امو دوران میدونیم که نوع نگرش قومیتگرایی و ایجاد تمرکز بر اساس نظرداشت‌های قومیت بوده که تا امروز ادامه پیدا کرده. یعنی منظور شما مشخصا باید همین باشه. دقیقا ببینید، ما قبلا استبداد قومی داشتیم، ساختار متمرکز نداشتیم، اما در این دوره 100 سال به بعد استبداد قومی به وجود میاد. قبلا حاکمیت های فردی بود، حاکمیت های خانوادگی بود. مثلا اگر احمدشاه عبدالی وفات کرد، پسرش اونجا به سلطنت نشست، ولی حاکمیت قومی نبود، حاکمیت زبانی نبود، تحمیل زبان و هویت و فرهنگ نبود. اما در جریان 100 سال گذشته اینها کوشش کردن که افغانستان کشوری افغانا بنامند، زبان افغانی را در اینجا جای زبان فارسی را باید بگیرد، هویت افغانی باید ترویج شود. ببینید، قومسازی در جهت یک قوم صورت میگیره و حذف اقوام در جهت دیگر. بسیار خوب. تمام کسانی که پشتو صحبت میکنن پشتون نامیده میشن، ولی تاجیک ها بعدها قوم و قبیله تقسیم میشن، ازبک ها به می ترتیب، هزارا به می ترتیب. اما شما قومی و هر کس از افغانستان است افغان است. شما در قانون اساسی 1343 همیره دارین، در قانون اساسی جدید همیره دارین. هر کسی که با اینجا شعار داره، ببینیم تضاد این روز در کشور چی میباره. جنگ قومی است، جنگ زبانی است، جنگ مذهبی است. بسیار خوب استاد خالدی، تفاوت نظرات لرزاست. زمین تو آسمان. شما بفرمایید، لطف کنید. بله، هیچه، هر کشور حق داره پیشرفت کنه، انکشاف کنه در زمین های مختلف، در زمینی زبان، در زمینی قانون، در زمینی مناسبات فرهنگی، در زمینی مناسبات اجتماعی، در مناسبات اقتصادی و دیگر دیگر. ما وقتی که امان الله خان میگیره مثلا چیز زبان پشتو را اگه میخواه برش ایجاد کنه زمینی انکشاف شه، این حق پشتون هست. ما چرا باید این برای ما خطری؟ ما چرا زی ترسیدیم؟ ما تا امروز زبان فارسی که ما او را دری در افغانستان میگیم، که به حق میگیم دری، برای که اصل زبان دری است. از ایجاد خود فارسی، بعدا در ایران به خاطر پارسی که چیزا اشکانی ها این گفته شده پارسی، ولی زبان دری است. این زبان تا امروز زبان اداری، لشکری و کشوری افغانستان است. این جای زبان دری را کسی پشتو نگرفته. مقام زبان دری در جای خود است.
مقام زمان اداری تمام افغانستان دری است. تمام مکاتب افغانستان، پوانتونای افغانستان دری بود. تمام ادارات مکاتبش دری بود. اگر شما یک شروع کار به خاطر انکشاف زبان پشتو سیرت میگه، این چرا سر مردم قیامت برپا کرده؟ من نمیفهم. و این چی نتیجه بارزن ها؟ هیچ نتیجه هم نبود. اشاره آقای لحظات تنها به بحث زبان نبود. میایم سردگه چوده شما برای یک سیاست فرهنگی و سیاسی بیشتر نه خیلی چیز او فقط شروع کرد که زبان پشتو انکشاف کنه، ادبیات داشته باشه، فرهنگ مطبوعات داشته باشه، در جامعه قابل استفاده باشه. یگان لوحه ها را ایجاد کردن، دیگه چه کار دیگه خونه کردن؟ یگان لوحه در سرک، شما در مورد تنظیم نظامنامه ناقلین الان میخواییم با اون صحبت کنم. فکر کنین این مملکت کشور است، افغانستان کشور است که هر کس حق داره در هر جایی که میخواد زندگی کنه. شما امروز در میگن که در کابل 1,000,000 است. آیا شهر کابل وطن اصلی هزارها بود؟ نه خیر نبود. آیا در مزار شریف وطن اصلی هزارها بود؟ نبود. امروز 1,000,000 نفر در شمال افغانستان است. در هرات چقدر هزاره زندگی میکنند؟ یا وطنشان است، دلشان هرچی میخبرن زندگی حق دارن زندگی کنند. ما مشکل عمده را بعضی مردم درک نمیکنند. مشکل عمده یک چیست؟ ما وقت ناقلین اجازه میدیم. چرا ما ناقلین اجازه میدیم؟ برای که یو ما در بعض مناطق افغانستان زمین نداریم. ما در خوگیانی، پدرم از خوگیانی است، زمین نداریم. زمین ها رو بغل کول میزنن کمی زمین پیدا میکنن. در پکتیا همچنان این مردم در شمال افغانستان زمین های فراخ وجود داره، در فرا زمین های بزرگ وجود داره، در هرات زمین های بزرگ داره. هیچ زمین شخصی فردی را که از دولت نگرسه به کسبگی نزاده. اگر ناقلین اجازه داده مناطق برن، سبب انکشاف اقتصادی و مناطق شده، سبب بهبود روابط اجتماعی شده. هیچ مشکل مدنی بین ناقلین و مردم محل ایجاد نشده. بغلان ببینین، قندوز ببینین، مزار ببینین، بلخ ببینین، این مناطق که زراعت انکشاف کرده به خاطر که همه این مردم دست به هم دادن سرش کار کردن. اما تو که ناقلین ما وقتی که صحبت میکنی، خب ما اینا با فرمایش نکنین که دولت امان الله خان، اما تو به ناقلینی که از آسیای مرکزی آمد، از کولاب آمد، یاد اجازه داد. شما در افغانستان ابراهیم بیگ کی بود؟ ابراهیم بیگ خب رهبر بسمچی های آسیای مرکزی بود. های. وقتی که ابراهیم بیگ آمد، خب با تمام لشکر خود آمد. پاچای بخارا بچهش سنفی همکار ما بود عیسای مرکزی، یه خب با تمام قوم خود آمد. همچنان ما در خمیا پدر ما کمیسار سرحدی بود در سرحد اتحاد شوروی وقت که حال ترکمنستان است. این مردم کلش ترکمن هستن. ما یک چیز داشتیم، آشپز داشتیم، خدربای نام داشت، خدا بخشش اگر من وفات کرده میشیش قصه های چی رو برای ما میکرد؟ ما بچه های خود بدیم مکتب که وقت رفته بدیم، قصه هایی که چگونه مشکا رو باد کردن و از دریای آمو گذشتن آمده. یعنی ما از آسیای مرکزی در دو جوبه هزاران هزاران نفر آمده به افغانستان به ایسه ناقل. یکی در زمان روسیه تزاری وقتی که بخارا را گرفت، سمرقند گرفتن، مناطق گرفتن، این مردم آمد به افغانستان و در همی شمال یا افغانستان متواتن شدن، ناقلین بودن. همیتو که ناقلین که از جنوب رفتن از اینجا آمدن، تاجیک ها آمدن، ازبک ها آمدن، ترکمن ها آمدن. توجیکا ما با افتخار شدید در این ویدیوش وجود داره، شما در یوتیوب ببینید، از همین آدم های سرشناس جمعیت اسلامی و شورای نظار که قصه میکنن که چگونه از کولا بیامدن در اینجا متواتن شدن، قصه های خودم میکنن. همچنان بود از او در زمانی که انقلاب کبیر شوروی رخ میده در سال 1919، این انقلاب بالشویکی، همین خدربایی که برای من صحبت میکرد میگفت که بعد از انقلاب بالشویکی، میگفت بعد از انقلاب بالشویکی ما آمدیم اینجا، آمدیم این شمال متوتن شدن و به انکشاف شمال کمک کردن.
زمینای زیاد وجود داشت در اونجا که کسی نبود وارا چیز کنه زمین زراعتی. یعنی ای کدام چیز قومی ضد کدام قومی دیگه وجود نداشته، خصلت ضد قومی نداشته، فقط خصلت رفع مشکلات مردمی که در زمین نداشتن و کار نداشتن در جنوب و شرق و همچنان ایجاد زمینه‌های انکشاف شمال مؤثر شده. و خوشبختانه در 100 سالی که واقع شده، این آقای مامون در 100 سالی که واقع شده هیچ واقعی جنگ بین تاجک و پشتون یا ازبک و پشتون یا ترکمن پشتون بین مردم در این مناطق واقع نشد، تا زمانی که آقای پدرام پیدا شد، تا زمانی که آقای لعلزاد پیدا شد، تا زمانی که آقای دیگه پیدا شدن که به گوش مردم شروع کردن از نظام نامه چی صحبت کردن، از نظام نامه ناقلین صحبت کردن، بدون اینکه نتایجش ببینن، بدون اینکه ببینن در عمل چی واقع شده، این به گوش مردم خواندن. مشکل امروزی ما را که ایجاد کردن مشکلات ساختگی است، مشکلات مصنوعی است، مشکلاتی که نباید مده 20 سال دیگه 20 سال گذشته می داشته. ما به جایی که متوجه باشیم نیروی خود، انرژی خود در 20 سال که پول داشتیم، پول با داده از امریکا آمده بود، به جایی که ما متوجه کنیم که بشینیم مشکلات اقتصادی کشور حل کنیم، مشکلات دولت سازی را حل کنیم، ملت سازی را حل کنیم، ما شروع کردیم به جنگ قومی را دامن زدن، به ضد پشتون و پشتون نفرتی را ما دامن زدن و قصه های بی‌معنی اضافه. ما یک طرف قضیه را میگیم، یک طرف دیگه قضیه را نمیگیم. پس ما چی شدیم؟ ما وقت خود از دست کردیم. سبب به میشد که ما امروز طالب آمد گرفت، ما با شما برمیگردیم، مردم چرا و نتیجه شد که حال ما تو مشکل داری، ما مشکل داریم. اگر ما دست به هم میدادیم، دست با هم میدادیم، ما امروز به یال امروز واقع مواجه نمیشدیم. صحبت شما یک ذره طولانی شد. من فکر میکنم که نظریات لعلزاد بیشتر روی بنیانهای یک تیوری قومیت باوری، متمرکز سازی تیوری قومیت بود در خدمت سیاست. خب حالا که شما توضیحات خود دادین، میبینیم که آقای لعلزاد قانع شدن یا مطالب دیگه را میخواین بهم ببینین؟ جناب مامون، این که زبان فارسی، البته اصلاح باید بکنیم که زبان ما دری نیست، فارسی است. در سال 1343 در قانون اساسی به دری تبدیل شد، این بر بنیاد همین نظریه برتری‌خواهی قومی. و این بحث جداگانه است که جناب خالدی اگر باز علاقه من بوده باشد در با دوستان دیگه. نه نه، من حال برتون بحث میکنم. شما چطور میگین زبان ما دنیش؟ شما این رو باز کنین، فرهنگ عمید رو باز کنین، فرهنگ دار خدا رو باز کنین، فرهنگ حیم رو باز کنین، ببینین که دلیل بخوانین که چی میگه. مامون عزیز، اگر شما یه را خاموش نسازین که در نوبتشان مردگان است. درست است. شما غالبا شما بعد کافی صحبت کردین. بفرمایید. دکتر خالدی عزیز، ما صحبت های شما را بسیار زیبا شنیدیم با حوصله. مشنم صحبت کنم. شما عصبانی نشدید؟ اگر عصبانی نشدید، شما رفتید موضوع را ماندین به زبان بله. دری رفتید. بله 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 بله. شما اشاره کردین به زبان دری. خود شما اشاره کردین، حالا اونا پاسخ میدن. آقای لعلزاد بفرمایید. جناب خالدی، وقتی که شما مینویسی یک پشت زبان، میایین ترافیک زبانی، من میشوین که زبان من دری زبان هستم. من دری زبان هستم. مادر من دری زبان است. ولی اگر خب ما میخواین که با نوبت صحبت شوا، آقای لعلزاد بفرمایید. اگر جناب خالدی اجازه ندن من صحبت نمیکنم. آقای خالدی، خب ما گفتیم که پشت زبان هستم. ما خب میخواستیم برتون بگیم من دری زبان هستم. شما برمیگردین. ببینیم جناب مامون، یک کسی میگه ترافیک زبانی ما میشه، میگه نام زبانی تو فارسی نیست، دریست، تو اشتباه کردی. در حالی که برو همون به اصطلاح کتاب های فارسی که در زمانی امان الله و حبیب الله و عبدالرحمن و تاریخ احمدشاهی که بابا کلان خود میگن، اونها را بخونن که زبان خود چی گفتن، این مردم چی گفتن. یک فارسی گفتن، ما قبول دارم فارسی گفتن اشتباه کردن، نمیفهمم در تاریخ نمیفهمم. شما یادداشت کنید، ما بعداً به شما برمیگردیم. بفرمایید. شما خاموش میباشین جناب دکتر سیبیانی. خب شما بحث بردین دیگه، طرف بردین.
شما بحث مشکلات امروزی موارد ماندی، شما بحث کوچه بازار کشیدین. استاد استاد شما نوبتتون سپری کردین، بمونن که استاد لحظه چی میگه. ببینین از یک طرف نام زبان ما را تغییر میتن و دوم جناب یاشان وقتی که بعد دری صحبت میکنن گویا در دری دانشگاه پوهنتون نامیده میشد، متوجه هستین؟ یعنی واژه پوهنتون یک واژه دری است، واژه شاروال یک واژه دری است، متوجه هستین که باریکی گپ در کجاست؟ ما بنیاد تقسیم یک اجازه بتین و این که زبان فارسی اینجا زبان دربار و سرکار و تجارت و سیاست بوده از لطف شاهانی ما نبوده، این زبانی بوده که در 1000 سال سابقه چنین در چنین سطح بالای قرار داشته، فرهنگ و تمدن و مدنیت ایجاد کرده. اما ببینین زمانی که عبدالحی روی بزرگترین معرخ نامدار پشتون در 1317 به ظاهر شد چی توصیه میکنه؟ میگه قومی من ای توده والا نجات و این نیاکانی غیورت مرد و راد، با تو دارم گفتگوی محرمی تا زی اسرار حیات آگاه شوی. بشنوی پشتونی با صدق و صفا، حافظی کسار و قلبی آسیا، اولا پشتو لسانت زنده ساد، هم بر این شالوده کاخت برفراز، تا توانی تکیه بر شمشیر کن، قصر ملت را بران تعمیر کن. ببینیم بنیاد ملت سازی در کشور بر این اساس گذاشته میشه. ما مشکلی نداریم، ما به زبان پشتو افتخار میکنیم، خوشبختانه یاد داریم، یک عالم اقارب پشتون داریم و با اونام رابطات داریم، اما وقتی که پای حقیقت میه، پای عدالت میه، پای از این میه که ببینیم اگر پشتو می نیست یک خواهر کوچک زبان فارسی میخواست رشد و انکشاف بکنه، پشتو طولانه بسازن، ما هیچ مشکلی با اون نداشتیم، هنوزم نداریم. و حتی در 20 سال گذشته جناب معمول در 20 سال گذشته این همه میلیاردها دلاری که آمد مصرف چی شد؟ مصرف قوم‌سازی، زبان‌سازی و هویت‌سازی نشد. شما آخر انجمن پشتو طولانه انجمن تاریخ شد و بالاخره اکادمی علوم ساخته، اکادمی علوم در همان قدر سال گذشته اینا نمادسازی کردن، اسطوره‌سازی کردن، قوم‌سازی کردن، ملاله‌سازی کردن، پتخزانه‌سازی کردن. ببینیم شما در شما در زمانی که در شهر کابل بودید چند ناحیه در شهر کابل بود؟ چند ناحیه به نام یک به نام فردوسی و مولانا و سنایی بود؟ شما ایوب خان می ندارین، اکبر خان می ندارین، خوشحال خان می ندارین، رحمان می ندارین، مگر متوجه هستین که در این کشور روزگار مولانا زادهش بوده؟ تمام مناطق و نامهایشون تغییر دادن. اینا خود کم کاری نکرده، اینا کم جفایی نکردن، منطق کوبیدن، سرکوب کردن. و آلی در این 20 سال گذشته که حالی دید زمان بیداری ملت ها آمده، زمان بیداری اقوام آمده. ببینین همین مفکوره تجزیه خواهی حالا ما در تجزیه خواهی میاییم. استاد شما چندین مورد در بحران ریشه‌ای در افغانستان مشخص کردین که از زمان امان‌الله خان شروع شد. یکش بحث زبان بود که تغییر در زمان ظاهرشاه، بعدا تغییر زبان دری و یک نوع هژمونیسم تحمیلی زبان را شما اشاره کرده، با اشاره به مقاله محمود طرزی. محمود طرزی خودش پشتو نمیفهمید، در خانه خود ترکی گپ میزد و فارسی گپ میزد. خب برای ایران میمونیم، غیر از مسئله زبان، ریشه که به اصطلاح بحرانی که ریشه دار شد در افغانستان، یعنی تاثیر منفی گذاشت بر بحث دولت سازی و ملت سازی، دیگه مواردش رو تشریح بدین که چی مشکل بود؟ این در پهلوی زبان موضوع یک قوم سازی و اکثریت سازی بود. ببین ما تا پیش از امان الله، حتی تا بعد از در زمان حتی نادرشان، ببینید اینا کوشش که ما تا اون وقت زبان به نام زبان افغانیات میشه، اینا کوشش میکنن که زبان نام تغییر بدن، پشتو بسازن و قومی به اصطلاح به نام پشتون ایجاد میکنن. هر کسی که در افغانستان پشتو صحبت میکنه پشتون است، متوجه هستین؟ قبایل مختلفی که شما برین منار علم و جهل کابل ببینین، طاق ظفر پغمان ببینین، شما اقوام صافی دارین، احمدزی دارین، محمدزی دارین، شما بنام قوم افغان، قوم پشتون اونجا ندارین، تاجیک و ازبک و هزاره دارین، ولی شما در تذکره امان الله خواه ببینین نام قوم از اون نوشته است محمدزایی، توجه هستین؟ و اینا کوشش میکنن که در 100 سال گذشته
قوم افغان، قوم پشتون اکثریت 60-70%. شما در اطلس و در احصایا و در قوم افغان کوشش میکنه مظلوم نمایی میکنن که ما در حاکمیت بودیم، زبان ما حاکم نبود. خب تو عقب مانده تاریخی هستی، گناه من چیست؟ یا زمین هایی که با رفتن اینا به زمین بودن، تو که در مرحله کوچیگری زندگی میکنی، گناه تاریخی تو است یا گناه تاریخی من است؟ اقوام دیگر، ملت های دیگر، اینا به دوره بالاتری از سطح تکامل تاریخ جامعه رسیدن، ولی یک قبیله که هنوز در مرحله کوچیگری زندگی میکنه، آیا بالا از او استبداد طبقاتی وجود داره؟ بالا از او ستم قومی وجود داره؟ متوجه این باریکی های تاریخی است. ولی یک قبیله که آمده در اینجا حاکمیت اشغال کرده، میگه تو زبانت هم تغییر بدی، هویتت هم تغییر بدی، قومت هم تغییر بدی، هر چی که من میگم درست است. فعلا دیکتاتوری طالب چی است؟ دیکتاتوری یک قبیله است. میگم من افغانیان میخوام، اسلام میخوام، غیر از زبان پشتو و غیر از دین اسلام. دین اسلام هم برداشت خودش است، هر آنچه که من میگم همان اسلام است. یعنی تو اگر ریشت یک متر بود مسلمان هستی، در غیر از اون نیستی. ببین یعنی چرا غنی کجا فرار کرد؟ به خاطر چی فرار کرد؟ در توش 300 هزار نفری کجا شد؟ چی بود که نهادسازی قومیت باوری برحال دوری که شما اشاره کردین از زمان امان‌الله خان شروع میشه و بعدا بسیار اوج میگیره تا دوری هاشم خان و این مسائل تا لوی جرگاه ها دایر میشه و بسیار کشوگیر زیاد میشه دوری صدارت داود خان و دوری صدارت هاشم خان تا بالاخره ما میبینیم تاریخ هایی که نوشته شده تا حاله همیش متاثر از امون دور است. استاد خالدی، چیزایی را که مطرح شد شما تفاوت نظرتان حال مشخص است، یعنی بیس قومیت، یعنی دولت بر بنای قومیت، این چی گونه چرا ایجاد شد؟ آیا شما این هیچ ایجاد شده؟ هیچ دولت بر هیچ ایجاد نشده، این نبوده. ما چند نفر پیدا شده مثل آقای لعلزاد این دامن میزنه و ما را بیاله. ما فکر کردم آقای مامون که ما اینجا ششتیم راجع به مشکلات فعلی افغانستان که در مقابل دولت طالبان صحبت میکنیم و ما راه پیدا میکنیم. اجازه بدین که چگونه ما میتونیم اقوام برادر افغانستان، تاجک، پشتون، هزاره، ازبک که با یک نظام دیکتاتوری مذهبی افراطی مانند طالبانی توافق ندارن، ما راهش بسنجیم که چگونه در کنار هم میتونیم امو چیزای وجوه مشترک پیدا کنیم که همراه ازیا بتونیم ما راهی حل پیدا کنیم. اما این متاسفانه آقای لرداد تحلیل سرچشمه های مشکلات بسیار مهم است برای نسل امروز. ببین وضعیت فعلی شهر معلول است. ما یک مقدار با علت ها چیز روشنی بیاندازیم. بالاخره ای ریشش با کجا می رفتن؟ ایخ یک شبه پیدا نشده ای مثلا. با اون خاطر ما یک شبه پیدا شده متاسفانه آقای مامون. ما یک اعتراض که ما در افغانستان یک تعداد سر مردم سر پشقل بالا شدن کشمیر دیدن و یا شروع کردن به نفی کردن و تخریب هر چیزی که در این مملکت است، خراب کردن، شکستاندن اما اگر اصطلاح آقای پژرام استفاده کنم که بزرگ را در افغانستان را بشکنانیم، سمبولای ملی را بشکنانیم. این را آقای پژرام با وضاحت میگه. منظورتون این سمبولای چیست؟ سمبولای ملی چی است منظورشون؟ اینه میره میخواستم برتون سمبولای ملی چیست دیگه؟ هویت افغانستان، هویت دولت افغانستان است، هویت ملت است و نامی مملکت است، ملیتی مملکت است، زبانی مملکت است. این را بشکنان از این مملکت چیزی نمیمانه و در حالت قرار میگیره باز هر کس، هر دست خارجی، هر دست داخلی، هر استخبارات که بیویت کردین هرچی میشه. شما فراموش نکنین آقای لرزان وقتی میرویسان اوتکی شیرازی مملکت مان، وقتی احمدشاه عبدالی شیرازی مملکت مان، این دولت ساخته شد. این دولت یک هویت مشخص به خود داره، هویت افغانیست، افغانیت، اسلامیت و عناصر فرهنگ خراسانی دی شامل است. در هویت زی ما اسلام سنی در این داریم، حنفی داریم که حاکم است در این مملکت. هویت مردم، اکثریت مردم افغانستان که هویت
پشتوناس در اینجا در دولت منعکس است و فرهنگ خراسانی در اینجا حاکم است، در این کشور، در مقابل ایران، در مقابل هند، در مقابل تاجیکستان و ازبکستان، یا این متفاوت است، یک فرهنگ متفاوت است. بنابراین ما یک کشور مستقل هستیم با هویت مستقل خود، و اگر امان‌الله خان کوشش میکنه این هویت مستقل خود پالش کنه، پالش بده، به حساب آقای سخنای آقای لالزاد ملت سازی کنه، کار درست میکنه، کار درست انجام میده. ما یک بخشی از زبان مردم، زبان اکثریت مردم این مملکت هیچ انکشاف نکرده، زبان پشتو. این اگه میخواه کورس ایجاد کنه احمد باتبر کنه، چی گناه داره؟ چرا سر مردم دیگه قیامت رخ میده؟ ما همه زبان دری در این مملکت ریشه های بسیار عمیق داره، تاریخی داره، از گذشته زبان تفاهم ملی بوده. او هیچ خطری بر از او ایجاد نمیکنه. فقط بر خود ملت پشتون حق دارن که زبان. آقای از صحبت های آقای لرزاد میخواییم فهم که اصلا با کلمه پشتوی مخالف موافق نیست. فکر میکنم که شاید کلمه پشتو رو به انگلیسی ها ساخته باشن دیگه، بر نظر از یا یک کسی باید ساخته باشه دیگه کال سر چیز میبن. کلمه افغان به خاطر در اینجا استفاده میشه که اینجا عربا کامدن این خو اصلا کلمه افغان از زمان از سانسکریت گرفته شده، از اپاگان گرفته، از آوگان گرفته شده، از او زمان است، در نوشتای کوشانی است، از او زمان اومده. با اجازه بدین گفتگو پروپاگاندا میشه. ببینید عربا که وقتی که میاین و خب فی ندارن، چی ندارن؟ پی ندارن. اپاگان فی از استفاده کردن و این افغان گفتن و از زبان عربا خب این سال 580 60 چند میلادی بود. این فارس ها و ترک تبارا همین افغان گفتن. ما حرف شما رو خوندیم، اما شما یک نکته رو گفتیم که ام طالب میگه، ام اشرف غنی و ام کرزی میگفت. او حاکمیت مسجل شده افغانیت اسلامیت است. اینجاست که لالزاد و دیگه کسایی که میگن انتقاد از اونا درست در امین نقطه است که این یک نوع پوشاندن لباس تمامیت خواهی بر تمام نظام سیاسی افغانستان است. آقای مامون، هر دولت هویت خود داره. دولت صفوی، ببخشید، دولت امیال که ایران است، از زمان صفوی هویتش مشخص شد. هویت از او چیه است؟ شیعی اثناشری است. و این اساس و همچنان فرهنگی که در اونجا حاکم بود. هویت روسیه روس است. ملت روس است. هویت ازبکستان ازبکی، قوم ازبک است. زبان ازبکی است. هویت تاجیکستان قوم تاجیک است. بسیار خوب. یعنی زبان تاجیک. همچنان از ترکمنستان. چیزی ره که ما همه اینال فکرین آقای مامون، ما چی بخوایم چی نخوایم، وقتی که در اینجا یک دولت هوتکی ایجاد شد، دولت عبدالی ایجاد شد، هویت خود تبارز دادن. این هویت چی بود؟ هویت پشتون بود دیگه. هویت پشتون بود که این در حاکمیت قرار گرفت. بر چرا در حکومت قرار؟ بر زی که در این مملکت در اکثریت بودن، تانستن امپراتوری صفوی رو شکست بدن، تانستن امپراتوری مغولی رو شکست بدن، تانستن که از کابل گرفته تا به اصفهان و تا به دهلی حکومت خواهد از هیچ نمیشه. این باید نفر داشته باشی، نفوذ داشته باشی کی کار بکنی. آره طالبا مثلا، طالبا چطور دانستن بدون جنگ بگیرن کل افغانستان؟ در دو دوره، در دوره اول و در دوره دوم. برای این که میبینیم دیگه، شما مگر کور باشه یک کس نبینه، چهار طرف تا سه که میبینی که کشور قوم بزرگ، برادر بزرگ پشتون است. این خب واضحه است. شما از کنر ببینید تا به نیمروزه. ای که بعضی ها نمیخوای قبول کنه، این مشکل از واست. مشکل ده اینجاست. مشکل آقای مشکل عمده ایست که آقای مامون، ما ای در مثلا در روسیه، مثلا من در استرالیا هستم، فرهنگ حاکم در اینجا فرهنگ انگلو ساکسون است. در امریکا فرهنگ انگلو ساکسون حاکم است.
اگر ما همین که حق داره به 2 میلیون اینجا عرب زندگی میکنه، 4 میلیون چینایی زندگی میکنه، 1 میلیون ها ایتالیایی زندگی میکنه، میلیون ها نفر از یوگسلاوی سابق آمده، اما ما زیر تابع فرهنگ انگلوساکسون هستیم در اینجا. خب البته که میری دیگر همچنان در افغانستان فرهنگ سیاسی استرالیا و افغانستان خیلی متفاوت است. نه برای هیچ فرق تفاوت نداره آقای. ما منظورم اینه که فرهنگ مبتنی بر دموکراسی است، فرهنگ مبتنی بر دموکراسی موضوع دوم است. بله آقای مامون، فرهنگ جامعه فرهنگ انگلوساکسون است در اینجا. شما چی دلتون چی نخواهد چی بخواهد، همچنان در هر کشور دیگه هم طور است. امریکا، انگلستان، فرانسه، هر کشور نظام حاکمیت سیاسی مثلا روسیه، خب فرهنگ روس است در حاکمیت است. از این خاطر ما یک تعداد مردم با این مشکل داره. مشکل به است که خیال میکنن که یک به قدرت خارجی به قدرت رسیدن، خیال میکنن که والا ما اکثریت هم هستیم، ما هر کار میتونستیم ولی هیچ کار نتونستن کنن. امی چیز از یاد ستم بگیر سبب شد که ما هر چیز از دست بدیم در مقابل طالب و اصطلاح پایلوچ، همه چیز خواهد دست بدیم، تمدن خواهد از دست بدیم، پاینده خواهد دست بدیم. شیرازی سخنم بدیم و زبان گراسی را زبان دری را گفتن. یک کلمه کمی راجع به تمزن میکنم. زبان دری بار اول که اسلام در خراسان آمد، در مرو آمد و این مردم حمله کردن، اولین جایی که به اسلام نائل شدن امی فرغانه و یا بود تاجکستان یا بود. مردم وقتی کنج رسید امرای اردوهای عرب اسلام، مردمای آمده بودن که از خراسان و از فارسی آمده بودن. زبان از اون زبان پارسیک بود، زبان پهلوی بود. ما اینجا که میاین میگن که زبان مردم تاجیکستان، که میگن که این مردم دری صحبت میکنن، دری صحبت میکنن مردم اون زمان تاجیکستان. زبان دری در از زبان تخاری و سغدی از اختلاطش گرفته شده، همزمان و پارالل با زبان پهلوی ادامه داشته. وقتی که عربا میان در ایران و زبان پهلوی را چون زبان مذهبی مردم بود میاندازن که تابسوزی ها میکنن، زبان حافظ و سعدی هم پهلوی بود. این زبان از بین میره در ظرف 200-300 سال. مردم ایران زبان پهلوی رو که از دست دادن، زبان عربی رو نمیگیرن، مانند مصری ها که زبان خود بسازن، یا چی میکنن؟ زبان مردم خراسان رو میگیرن که دری بود. این میگیرن چون روابط فرهنگی داشتن، نزدیک بودن با هم. این زبان میگیرن در ایران به اساس سابقه تاریخی که کلمی زبان موبدار زبان پهلوانی را برای دنیا پارسیک میگفتن، این کلمی با همچنان فارس ای در ایران به نام فارسی عام شد. شما واس کنین امی فرهنگ امید واس کنین، فرهنگ حیم را واس کنین، فرهنگ دی خدا را واس کنین، شما ببینین برین دری را واس کنین که دنیشته میکنن که زبان دری زبان است که بعد از اعراب که آمدن ایران زبانش برانداختن و ایران معرفی میشه و مردم ایرانی زبان دری را میگیرن و زبان فارسی امروز ایران از او به وجود میآید. از این که بهتر نمیشه ما توضیح منبع و مأخذ. بسیار خب، توضیحات شما رو گرفتیم. آقای لرزاد شما بفرمایید. ببینید جناب مامون، من خالدی عزیز بسیار زیاد احترام دارم، مقالاتشان خواندیم، نظریاتشان میشنوم و شنیدیم و بحثای هم قبلا در صفحات فیسبوک داشتیم. ببینید یکی دنیای زور و تحمیل است و یکی دنیای علمیت و اسناد و منابع است. ببینید تمام استدلال میکنن که مثلا افغانها سابقه ما قبل تاریخ دارن پیش از اسلام، اینا هم داستان هستن که جناب حبیبی ساختن، هیچ گونه سندی وجود نداره. ما شناسنامه افغانها را نوشته کردیم و امیدوارم که یک روزی بخونن و اساس از اون مستند صحبت کنن. یک مری مثلا اگه اجازه بدید شما برای ذکر سربه اتهام بس میکنید.
شما پشتون ها در این سرزمین 12,000 سال زندگی میکنن همراه تاجیک ها. نوبت صحبت ما راد کنین. این بسیار کوچه و بازاری صحبت هست. بحث سر ما افغانیت و اسلامیت است. شما بگذارید حال شما لرزان در صحبت های شما داخل نشد. بگه شجرانامی این مردم خواهر چی که میکنن نشته که معنی نداره. شما علمی صحبت کنین، از لحاظ دینی صحبت کنین، از لحاظ کالشان تا باستانشی، از لحاظ دموگرافی صحبت کنین، از لحاظ سابقه تاریخی صحبت کنین. اگر لطف کنین اجازه بدین که اونا چی میگن. اگر تحملی چی بیر ندارین جناب دکتر سیب من با شما مشکلی نداره، ما حرفای خود همه جا میگیم، متوجه هستین. اگر شما انفجار هم بکنین ما حرفای خود میگیم، اگر کشور هم انفجار بکنه ما حرفای خود میگیم. اینا حقایق تاریخی هستن و سیعت سعی صبر و حوصله و استدلال و منطق میخواد که بشنوین پیش از اینکه حال بسیار عصبی شوین انفجار بکنین. بشنوین ما حرفای شما را شنیدیم. شما زبان ما را تغییر میدین، هویت ما را تغییر میدین، فرهنگ ما را تغییر میدین، افغانیت خود بالای ما تحمیل میکن. ما این آرام نشستیم با اعصابی آرام و شما حوصله شنیدن چند حرف ما را نداری. ببینید میایم روی اکثریت سازی جناب مومن، یا میگن اگر افغان اکثریت نمی بودن اصفهان نمی گرفتن، هند نمی گرفتن. ببین اینجا مغول ها آمدن گرفتن، اینجا یونانی ها آمدن گرفتن، اینجا عرب ها آمدن گرفتن. این تئوری روستای ترکی است که هر کسی که غلبه کرد اکثریت است. مغول ها چند صد سال در هند حکومت کردن، در اینجا حاکمیت کردن. این غلجای هایی که میگن اینا افغان نبودن، اینا شجرنامه زندگی نامه شاهزاده قندار نخوندن، اینا اصلا با اسناد جدید سر و کار ندارن. اینا افسانه جناب حبیبی را تکرار میکنن که احمد شاه عبدالله مگر بنیانگذار افغانستان بود، دور خود شاه خراسان میگفت. ما تاریخ بسیار پرحجم و زیبای از را به نام تاریخ احمد شاهی داریم، واژه حتی واژه افغانستان در او ذکر نشده ولی بنیانگذار افغانستان است. خب تاریخ سازی، جعل سازی، اسطوره سازی از همین جا صورت گرفته. دردی اساسی کشور زمین جا است. ببینید ما دو حادثه تاریخ بسیار بزرگ تاریخی بر شما میگم که ثمره همین پشتون سازی، افغان سازی است. چرا حاکمیت یک را که روس ها شوروی به قیمت میلیون ها میلیون روبل دلار ایجاد کرده بود فرو پاشید؟ آن همه چند صد تیاره و تانک دیگه و دیگه کجا رفت؟ در اثر چی؟ در اثر ازی بود که ما قوم اکثریت هستیم، ما لوی افغانستان میخواییم، ما مرز دیورند بر رسیت نمیشناسیم. ولی پاکستان چی کرد؟ سرنوشت نجیب به کجا انجامید؟ ثمره امین لوی افغانستان خواهی نبود؟ ثمره امین نبود که ما پشاور پایتخت زمینستانی خود میگفتیم، سرحد خود رود سین میگفتیم؟ در 20 سال گذشته غربی ها به میلیارد ها میلیارد دلار در این کشور تزریق کردند، ارتش ساختند، مصرف اردویی که دادن 85 میلیارد دلار است به لحاظ خدا. ولی اینا چی کردن؟ ارتشی ساختگی، مکتبی ساختگی، سربازی ساختگی و در آخر امرالله صالح اعلان میکنه که پایتخت زمستان من پیشاور است. و تا زمانی که ما پاکستان تجزیه نکنیم، سرزمین آبایی و اجدادی خود نگیریم، ما مون افغانیت غال و اسلامیت غال و سرشان خورد همین افغانیت و اسلامیت بود. ببینیم یک گروهی کوچک مزدور پاکستانی ها پیدا کردن، روان کردن در جانشان. امروز آن همه سرمایه گذاری که در 20 سال امریکایی ها و غربی ها انجام دادن چی شد؟ فرو پاشید. آخر این محصول چی است؟ این محصول این همین تیوری دولت ملت سازی غلط است. تو که مرز همسایه خود به رسمیت نمیشناسی، توقع داری که کشور به رسمیت میشناسی ولی مرز شنی. در پشاور و کویته تو اونجا قنسلی داری ولی اون ور شهری بابای خود میدانی. خب این بزرگ خواهی هاست، این اکثریت خواهی هاست، این جعل سازی هاست که ما به این روزگار رسانده. جناب مامون ببینید خدا ناکده اگر برادر من، برادر شما پدر به مرض سرطان گرفتار بوده باشه، شما را تسلی بدین که شما مرض سرطان ندارین. و واقعا در افغانستان ما همی رویه را داشتیم. یعنی منظورتان چی هست از ایگر؟ منظورم است که شما اگر حقایق نگوین، اگر حقایق نپذیرین، اگر مرضی خود نپذیرین، تشخیص نکنین، شما تداوی نمیشین، جور نمیشین. شما در دنیای غرب پیش مرد دکتر که میرین میگشت تو اینی تکلیف داری. در افغانستان این تک نمیگفتن، میگفتن شما چرا شور نتین که بوی میتن، نمیفهم مریضی را به مریض نگوین که میمره.
از او پنهان میکردن که رویش قویش. این موضوع در افغانستان است. میگن شما مریضی رو نگوین، اصل حقیقت نگوین، استبداد گذشته رو نگوین، تا که ما شما بگین ما وحدت ملی داریم، ما قوم واحد هستیم، ما اینجا همه چی دنیا گل و گلزار است. اون نتیجهش چی است؟ شما در عمل میبینید چی؟ امروز قوم پشتونه اینا با گروگان گرفتن. اینا چند میلیون پشتونه که در اینجا وجود داره، کدام احسایه وجود داره که در اینجا کی اکثریت است؟ تو اگر اکثریت میبودی به این مرحله تاریخ قدم نمیگذاشتی. تو را کسی دیگه از پایین آمد در اینجا حاکم ساخته. ببینین حقایق تاریخی چنین تلخند. اگر شما یار نپذیرین، اگر مطابق از او دکتر برای شما دوا نته، نسخه نته، ما به اساس همین مریضی هست که میخواهیم تشخیص بکنیم، میخواهیم تداعی بکنیم. در غیر از او و گفتی از ما دیگه، ما دیگه گوری حال 80 پشتی خود چرا شور بکنیم، چرا در بکنیم؟ درست کافی شده؟ ولی سخن همی بود که اینها در گرفتن، آتش گرفتن. وقتی که حقایق گفته میشه سرخ میشن، آتش میگیرن، نمیتونن بپذیرن. آشنا، تا زمانی که شما مرضی خود اعتراف نکنین که ما اینجا به مرض گرفتار فاشیزم گرفتار هستیم، به مرض به سرطان قومی گرفتار هستیم، تا سرطان قومی اینجا اگر عملیات نشوه ما نجات پیدا نمیکنیم، اگر دوای سرطان ما نخوریم نجات پیدا نمیکنیم، شاید 100 سال دیگه هم بجنگیم، 200 سال دیگه هم بجنگیم و ادامه پیدا میکنه داستان. ولی رای از وجود داره، رای از نه کشتنی من و شما، نه تبیر و نه سرخ شدن، نه رنگ تبدیل کردن. باید بپذیریم که آشنا، من دیگر افغان نیستم. کسایی که همه کسانی که در تاجیکستان هستن تاجیک نیست آشنا، همه کسایی که در ازبکستان هستن ازبک نیست، اشتباه نکنیم، همه کسایی که در ترکیه هست ترک نیست. این هویت ها ساختگی تقلبی است آشنا. شما که فرهنگ استرالیا را پذیرفتین، فرهنگ پر افتخار است، تمدن پر افتخار است، زبان پر افتخار است. زبان پشتو را چرا کسی یاد نمیگیره؟ به خاطری که کاربرد نداره. شما چرا زبان دری را یاد گرفتین؟ چرا زبان فارسی را یاد گرفتین؟ به خاطری است که ضرورت داری، کاربرد داری، نیاز داری. مردم میره زبان انگلیسی میآموزن، زبان فرانسه، به خاطری که دنیایی از بحری از معلومات علم دانش وجود داره. جنابی حبیبی بزرگترین تاریخدان پشتو چند اثر پشتو داره؟ چرا پشتو نمی نویسد؟ به خاطر اینکه خواننده نداره. عزیزی دل قار نشوین با دکتر صاحب ارجمندی. دنیا چنین حقایق چنین تلخ. معذرت میخوام که شما عرق کردین، شما خیلی آشوب برآشفته شدین و ما با پوزش از شما میخوایم، ولی حقایق چنین تلخ. چی باید کرد؟ روزگار چنین است. اما کسایی که در نیستن استاد، من فکر میکنم با یک دانشمند صحبت میکنم، اما یک دانشمندی که یک داستان تخیلی یک کس را به نام شاهزاده پاریسی ترجمه کرده و او را به خرد جوانا میده، تاجه که میرویس خان اوتکی چیز بود، بخارایی بود، اما قنه دیده که در او کتاب چی اغلاطی وجود داره. او یک داستان تخیلی، یک ناول است که میگه که میرویس خان اوتکی میره و به اصفهانه میگیره. اول می آقای لحظات میره نده که میرویس خان کجا رفته اصفهانه گرفته. او رو بچهش بود رفته گرفته. یک داستان تخیلی را از یک نویسنده نامعلوم گمنام ای آدم ترجمه میکنه، با کلان آدم پروفسر هم نام خودم میمونه و نامش هم میمونه که چیز، و باز میخواه به او قوم پشتو را بکوبه که میرویس خان اوتکی بخارایی بود. این خجالت آور. خب از او که بگذاریم، میایید اثر بحث ما به کجا میرسه؟ باید بحث ما مخربی با کجا بازار آقای مامود ما میخواییم متمرکز بسوز. ما شما رو متوقف نمیکنم به خاطر از اینکه تعادل برقرار باشه، یک توازن. ما فقط فوکس ما سر نجات است. ببینین فوکس ما سر نجات است، اما پیشینه بحران باید توضیح داده می شود. پیشینه بحران از نظر شما یکی است، از نظر آقای لحظات آقای مامون، نظر شما متفاوت است. مثلا شما بحران از یک دید دیدین، او بحران قومی دید. بین آقای مامون ببینیم از نظر مو آقای لالزاد، ببینیم که بحران وقتی که وقتی دکتر هستن تشخیص کردنی با کجا منتهی میشه؟ با بیراهه، با ترکستان. شما چی میکنین با او؟ شما اسم افغانستان رو میخواین تقریب بیتین که حال طالب هست؟ این تو رو در خانه خود جا نمیده؟ تو میگی که من تو ببر نام مملکت تبدیل میکنم؟
تو رو اجازه میده؟ همه مقطع قلم خو لازم است دیگه. شما ملیت تو طالب تو رو اجازه نمیده تا چیز بری؟ تا دروازه یک پانتون بری؟ تو میخوای که او را چیز ملیتش تغییر بدی؟ کمی باید ما از امو پشکل که بالا شدیم پایین بینید. ما در چی شرایط قرار داریم؟ بدبختی ما در کجا هست؟ ما در چی مسائل میتونیم چیز شدیم؟ متحد شدیم تا بتونیم دشمن مشترک بشکست بدیم. طرح راه نجات شما چی هست؟ ما باید مسیر صحبت از کلیات بیم باید من میره میگم آقای من فیلم با صحبت را که آقای لالزاد از این شاخه میپره به اون شاخه همین چیزهای بازاری را که پشتون ستیزی را قوم ستیزی را پشتون افغان ای را این شجرهای احمقانی را که مردم در زمانی که چی معلومات وجود نداشت ایجاد شده. شما امروز قوم پشتون 55 میلیون نفر است. 35 میلیون در پاکستان است. در روز 15 میلیون اگه فکر کنیم در افغانستان 55 میلیون نفر میشه. تمام اسرائیل 8 میلیون است و 8 میلیون هم در کل دنیا است. تمام قوم اسرائیل 15 میلیون نفر. چطور امکان داره یک شاخه قوم بنی اسرائیل آمده باشه در این مملکت در این ساحه و این به 55 میلیون تبدیل شده باشه؟ این خود عملی نیست. این خود تعقل کار داره. بعد از اون ما میبینیم که مذاکرات دینی شده، مذاکرات ژنتیکی شده در این مناطق و ثابت شده که پشتون ها حداقل تا عصر برنز در اینجا بودن در 12,000 سال قبل اینجا بودن. اینا برای ما چطور میتونه که صحبت طولانی میشه؟ ببخشید یک مدتون رو یاد کردم شجره را بکنید. ما میخ با جواب شنه بتام میگم که مثلا شما چی رو بگین؟ زبان پشتو رو بگین. هیچ ارتباطی به زبان سامی عربی و یهودی عبرانی نداره. این زبان آریایی است، او زبان سامی است. دیگه موضوع چی رو ببینیم؟ موضوع امی که این مردم شب از لحاظ فرهنگی شباهتاشون با عرب هیچ با نژاد سامی وجود نداره. این مردم در اینجا بودن در هزاران سال، 12,000 سال و بیشتر، دینی ثابت کردن. پانتون پرسمونسی که در انگلستان است این ثابت کرده، آقا مازیار و یک پروفسور ایرانی است که میره ثابت کرده و این ویدیوهایش وجود داره. شما اینو بخونین بشنوید. صحبت ما رو زیاد منحرف میسازن. ما به خاطر زیاد وقت زیاد گذاشته، ما همقدر برداشت ما ایست که بنیاد نظرات و برداشتای شما با آنچه آقای لرزاد میگه در رابطه با آسیب شناسی زعامت، دولتداری و شکست ها و ریخت ها بسیار متفاوت است. او مبنی قرار میده بر تیوری قومیت، شما مبنی را قرار میدین بر تیوری آقای مامون. ما شما را می وظیفه میتم که همین شب برین تا به صبح فکر کنید سر زمین. با می طرز دیدی که آقای لرزاد میگه چی آینده برای آقای لرزاد و طرفدارایش و قومش وجود داره در این کشور؟ ببین آقای لرزاد بفرمایید. من باش خلاص کردم، باز صحبت کردن زیاد مفصل صحبت کردن. هیچ یعنی اگر با این طرز دیده شما برین که آینده بسازین در این خطه که نامش افغانستان است، هیچ به هیچ جایی نمیرسیم. شما چند اصل باید قبول شما؟ اونا میگن که اصلا آینده وجود نداره. نه، آینده وجود داره، بعد از او وجود نداره. بله راست میگن، برای زی که او کار در جای رساندن که آینده برشان وجود نداره. اما برای دیگه مردم که در افغانستان دیگه وجود داره آینده. چرا آینده وجود داره؟ برای زی که ما چند اصل باید قبول کنیم. قبول کنیم که در این ملت یک کثیر قومی استیم ما. ما قبول کنیم که در اینجا پشتون ها اینمی در دولت حاکمیت هویت دولت هویت چیز است، پشتون امی افغانیت اسلامیت و فرهنگ خراسانی حاکم است در این کشور، مثل که در انگلستان انگلو ساکسون است، مثل که در روسیه روس است، مثل که در ترکیه ترک است. بله. شما امروز فیلمای ترکی رو ببینید، غیر از کرول عثمان گپ میزنه و غیر از سلجوقیا گپ میزنه و از دیگه گپ میزنه. بعضی که مون نشاط شان است در حال که ترکا اکثریت هم در نتیجه گیری تا نتیجه اکثر خلاصه بودین. خب خلاصه من نتیجه من ایست که ما چند اصلا باید قبول کنیم. اگر میخواییم در آینده ما از لحاظ سیاسی به یک جای برسیم، ما باید قبول کنیم هویت سیاسی کشور، هویت فرهنگی کشور قبول کنیم.
نامی کشور قبول کنیم، ملیت چه قبول کنیم. وقتی یار قبول کردیم یا هیچ نقص برای دیگاه نداره، یا دینال ای در چوکات در ای جوف ما باید سرازی کار کنیم که چگونه دموکراسی رو ما در اینجا پیاده کنیم، چگونه حکومت قانون در اینجا پیاده شوه، چگونه در اینجا ما بی‌عدالتی رو از بین ببریم، در اینجا فقر چطور از بین ببریم. شما بدبختی که در پکتیا زندگی میکنه، بدبختی که در پنجشیر زندگی میکنه، ارزش در فقر است. در خوگیانی و در مشرقی و در هرات ارزش در فقر است. ما سر از این باید تمرکز کنیم که این هویت را که مرز کرده کم فایده برای قوم پشتون نداشته، از لحاظ اقتصادی نداشته، از لحاظ فرهنگی تان نداشته. قوم پشتون فرهنگشان بمیتو چند تا شعار سرکا و نام چند تا ولسوالی و نام چند تا ناحیه آتش زده آقای چیزه لالزاده، در حال که هیچ ارزش نداره، هیچ ارزش نداره، هیچ مفهوم اقتصادی نداره، هیچ فایده عملی بر قوم پشتون نداشته. ولی ما تمرکز ما باید باشه که ما چگونه در اینجا عدالت اجتماعی را ایجاد کنیم، چگونه دموکراسی را ایجاد کنیم، چگونه حکومت قانون را ایجاد کنیم در جوف هویت که مملکت است. یک هویت که کشور مستقل است، یک دولت مستقل است، از زمان هوتکیا و عبدالیا ایجاد شده، هویت خود داره که با هویت ایران فرق داره، با هویت فارس فرق داره، با هویت تاجیکستان و ازبکستان فرق داره، با هویت هند فرق داره. و این از واقعیت زندگی است. ما این واقعیت ها رو قبول کنیم، ما در قسمت رفع بی‌عدالتی ها باشیم، در رفع دموکراسی، در پیاده کردن دموکراسی باشیم که روزی بتونیم کشوری مثل استرالیا باشیم که در جوف اونم هویتی که فعلا در افغانستان است، هویت اکثریت مردم، ما بتونیم یک به کشور شگوفان و پیشرفته از لحاظ مدنی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ اجتماعی مبدل شیم، در اینجا عدالت اجتماعی و قانون حکومت کنه. بسیار خوب، ما راه دیگه رو نمیبینم. خب البته فرمایشاتی که شما داشتین، اگر با اوت یک جامعه شگوفا در چیز بر بنای صفاتی که شما اشاره کردین، ما باید حالا میرسیدیم خب نرسیدیم، کل دوامی است. خب آقای لرزاد، حاجت طرح سوال مشخص نیست، شما ما چیز شنیدین با دموکراسی قانون و عدالت ما چیگونه میرسیم به این ترتیب؟ واقعا فرمایش های جناب دکتر سیب خالدی بسیار زیاد زیباست. ببینید، پس بدون اینکه شما تشخیص مرض خود بکنین، میخوان که علاج بکنن، تداوی بکنن. از دموکراسی و عدالت اجتماعی صحبت میکنن، ولی فرمایش میتن که شما باید هویت افغانی این کشور را بپذیرید، اکثریت بودن ما را بپذیرید. این اکثریت بودن با وجود که جنابشان یک وقتی دعوا داشتن که در احصای مرکزی هستن، فرمان میتن بدون از اینکه نفوس شماری صورت گرفته بوده باشه. کشوری که دو هنوز تعداد نفوسش معلوم نیست، در اونجا اکثریت قومی برای ما اعلان میکنن و ما هم باید بپذیریم. توجه هستین؟ این میشه دموکراسی؟ یک شما معلومات دادین سرشماری در گذار شده؟ من مدیر مهم سرشماری بودم. استاد شما اجازه بدین که اون توضیحات خود بدن. بحث سرشماری یک بحث یک میلیون نفر دونی مصرف کار بود. خب جناب آرام میسازین یا شما بفرمایید. ببینیم در کشوری که تعداد نفوسش معلوم نیست، ما ترکیب قومیش اکثریت میگیم و ایره باید دیگران بپذیرن. و ایره باید ما بپذیریم. این دموکراسی است. متوجه هستین؟ ما هویت افغان را باید بپذیریم. این دموکراسی است. عدالت است. اگر اینا میگن شما پوهنتون بگین، ما باید پوهنتون بگیم. اگر میگن پوهنوال بگین، ما باید پوهنوال بگیم. اگر میگن ریشتان یک متر بگذار، یک متر بگذاریم. اینا هست دموکراسی. چنین دموکراسی فقط در قبیله میتواند وجود داشته باشه، نه در قرن 21. مامون عزیز، جانی مطلب همین است که ما چرا به اینجا رسیدیم، چرا فروپاشی ها، چرا سقوط هاست. اساس نادرست دولت ملت سازی غلط است. ببینین شما وقتی که هویت تحمل میکنین، زبان تحمل میکنین، فرهنگ تحمل میکنین، شما دیگه نمیپذیرن این تاجیک و ازبک هزاره را که تو برای 100 سال کوبیده بودی و دو سال دو دوره پوزی تو را در زمین
در خاک مالید. او دیگر رعیت نمیشه، او دیگر تبع نمیشه، او امروز دیگر ادعای حاکمیت داره، ادعای اقتدار داره، او سلاح بردوش در بر کوپایه های هندوکش می جنگه. متوجه هستین؟ اوست که باید در اینجا عدالت بیاره، حاکمیت بیاره، نظام سالاری. ببین جنجال ما جنجال نظام سالاری است، جنجال مردم سالاری است، جنجال حاکمیت مردمی است. عدالت و دموکراسی بر پایه تفاهم و توافق ایجاد میشه، نه در پایه تحمیل. میگم تو نمیفهمی، تو نام تا پروفسور گذاشتی. جناب دکتر ارجمند باید پروفسور را که نامش میگیرن باید سه بار با احترام بیاموزن. پروفسوری محصول 21 سال کار در افغانستان است که او افتخارش داره. یک لحظه شما جناب من، پروفسوری رتبه نیست که بر شما کسب بتن، درجه نیست که بر شما کسب بتن. شما دنیای تحقیق و در دنیای تدریس هست. ببینید اینها را جناب دکتر که بر شما سخت احترام دارم باید اینها را ای القاب برش خندی نگیرن. اینجا دانش مطرح است، اینجا دنیای. وقتی که پروفسور میگین مردم یک بار با احترام استاد میشه، وقتی شما دکتر میگین مردم یک بار دیگه با احترام با شما نگاه میکنن. اینو القاب برش خندی نیست. ممکن است ما در طرحهای خود اشتباه داشته بوده باشیم، در ازار نظرهای خود هیچ کسی جامل کمالان نیست، ولی سخن در سری است که با توهین و تحقیر و تحمیل و زور در قرن 21 شما هیچ چیزی ساخته نمیتانیم. لرزان صاحب، ما میریم به طرف پایان صحبت. نتیجه مشخص تا اینجا نظریات به طور موازی پیش رفت اما هیچ با هم همسازی نشان نداد. یعنی نظریات خیلی متفاوت است. یعنی از اساس نظریه و طرز تلقی حکومتداری بین شما و آقای خالدی متفاوت است. برحال خب بحث و مناظره گفتمان امروز همیه است، بخاطر از اینکه افغانستان دستخوش بحران است و بالاخره از بین این جنجالا و این تکر و تصادمات باید یک چیزی بیرون شود. برحال چون صدای شما را ما ندارم فعلا، آقای خالدی اگر لطف کنید صدای مرد میدارم. من صحبتهای من خلاص شد آقای امامون، برزی که من خلاصه کردم. چون من به نظر من یگانه راه برای نجات افغانستان ایست که ما امی تمام سیاست های قومی گری را که در 20 سال گذشته اوج داده شده توسط شورای نظار و حزب جمعیت یار ما یک طرف بگذارین و توسط هجوم فرنگی ایران این دامن زده شده ای ماهی را یکالش یک طرف بگذاریم، چون نتیجه نداد. ما را ضعیف ساخت، دولت را ضعیف ساخت، جامعه را ضعیف ساخت، نفرت ها را بالا برد سطحشه و این سبب از این شد که به بسیار سادگی ما بتونیم دوباره امو سایکل جهل دوباره ما را بزنه و سر قدرت بیم. اگر ما با این کار نمی کردیم، اگر ما در 20 سال نیرو با هم می دادیم به طرف ایجاد یک جامعه عادلانه پیش می رفتیم، نیروی خود، نیروی آقای لعلزاده، نیروی دیگر را به کار می انداختیم که چگونه ما دموکراسی را اینجا تحمیل کنیم، نریم پشتی که هر انتخابات ما قبول نکنیم که تقلب شده، یکی نی دو نی سه نی چهار تا پشت سر هم قبول نکنیم که تقلب شده. ما احترام نکنیم بنیادهای دموکراسی را. ما اگر به احترام میکردیم بنیادهای دموکراسی را، ما احترام میکردیم. امروز ما یک جامعه دموکراسی میداشیم، طالبان نمیتونست به قدرت برسه چون دولت ما هر چیز وجود داشت. خب البته این بحث کوچیکی میشه، ما در لحظات آخر هستیم، فقط چند لحظه وقت داریم تا آخرین صحبت خود آقای لرزاد بگویم. ببینین جناب مهمون، من پیشنهادات بسیار مشخص دارم. بازم همون گپی اولیست، زمانی که ما مرض تشخیص میکنیم مطابقش دوا باید بدیم. ببینید قوانین ما غیر عادلانه است. در قانون سه موضوع مطرح است: حقوق شهروندان. شما در شهروندی یک جامعه بر بنیاد قوم ساخته نمیشه، دموکراسی بر بنیاد قوم ساخته نمیشه، دموکراسی بر بنیاد شهروند ساخته میده باشه. افراد شهروند کیست؟ افراد مساوی حقوق یک جامعه صرف نظر از وابستگی‌های قومی، زبانی، فرهنگی و منطقه‌ای شه. دومین موضوع در حقوق، در اونجا صلاحیت حاکمان است یا رانندگان یک جامعه. در جامعه‌ای که حاکمان از او واجب الاحترام غیر مسئول است، شما او جامعه را اداره کرده نمیتونه، شما را به کجراهی میبره.
ما باید در اونجا در قانون اساسی باید حاکمان ما انتخابی و همچنان پاسخگو باید بوده باشند. در 20 سال گذشته قانون اساسی که ساختن 21 مال حقوق برای رئیس جمهور دادن که اون در مقابل هیچ مرجع پاسخگو نبودن. موضوع سوم ساختار است. ساختار نظام، ساختار کشتی، ساختار موتر. تا زمانی که توزیع افقی و عمودی قدرت در یک جامعه به وجود نیاید که معنای دموکراسی حکومت مردم از دموکراسی کدام شاخ بدومی دیگه ندارد. بسیار تشکر. مردم در سطح مرکز و در سطح ولایات. ولایات در 34 ولایت باید واحدهای اداری باید انتخابی شوند. حقوق مساویانه در مرکز سه قوه باید زیر حاکمیت هیچ کس نباید بوده باشه. اینا باید مستقل متوازن بوده باشند و مردم خودشان سرنوشت خود، نام کشور، زبان کشور، هویتی که همه چیزها باید مردم تصمیم بگیرن. چرا ما باید سریمت تحمل شود؟ هم دموکراسی باید بگم و هم اگر میپذیری خب، نمیپذیری نه. خب این شعار ما خبر داریم که نه، اگر هویت نمیپذیرین، اگر دولت نمیپذیرین، تاجیک با تاجیکستان، ازبک با ازبکستان، هزاره با گورستان. ولی این دوران سرکوب دیگر گذشته است. این دیکتاتوری که فعلا طالب آورده این بسیار موقتی است. این به خاطر زدن اون حاکمیت تک قومی پشتونی بود که ادعای لوی افغانستان داشت که او را امروز سرطان زهر گرداند. ولی این را باید فردا مجبور سن تغییر بدن. پاکستانی ها به هیچ صورت به یک دولتی قوی پشتونی در کابل حاضر نیست که باعث تجزیه نیمه کشور شود. خب تشکر از شما، از جناب استاد نوراحمد خالدی که وقت گذاشتن و از جناب پروفسور لحظات. ما نظرات شما رو شنیدیم، امیدوار است که نسل نو میشنوه و در نو خود یک مقدار متفاوت بود در بحث‌های سیاسی روز. ما از هر دوی شما متشکر هستم و به میگه برنامه را دریچه‌اش می‌بندم. شما را به خداوند می‌سپارم.